دلاری تمرین آنهایی که به اینجا می آیند پیوسته سلامتی خود را تحکیم می بخشند. مکسیم ظاهرن از آنهایی که نو به تالار می آیند فرقی ندارد. او وزن زیادتی داشته از جدول نرم تمرین ها استفاده می کند. ولی به فرق از دیگران بیرون از تالار مکسیم هر روز حمایه طبیعی خود را کاهش می دهد. او با استفاده داروار به مسئولیت تاثیر می رساند. سبب آن است که او جگری داناری دارد. من به مسئولیت خود امکان نمی دهم که به عضو پیوندی واکنشی فعال کند. تصور کنید حجره است که با واکنش به آن همین عضو بیگانه جوابگو می باشد. آن به هر صورت جواب می گوید، اما داروها به این قسمت تاثیر می رسانند و به این حجره امکان نمی دهند که فعال شده این روند را آغاز نماید. روند نظارت نشونده به عاقبت ناگزیری ردشوی و نابودشوی بافته‌های پیوند شده ورده می رساند و این را تنها طریق دخالت با داروها به کاری مسئولیت پیشگیری کردن ممکن است، یعنی با ایمونوسپرتیا ها. البته این داروها به تمامی مسئولیت تاثیر می کنند، نه اینکه به طور علاهیده به یکان عضوی علاهیده تاثیر رسانند. عینان همین خل سیستمی مسئولیت در اول به عنصری بیگانه و سپس به تمام ارگانیسم واکنش نشان می دهد. جراحی پیوند جگر را به مکسیم سال 2010 انجام داده بودند. با طبیبان ماهیت واکنش های مسئولیت را به گیرنده عضو پیوندی مفصل شرح دادن ضرور نگردید. متخصص بخش احیاگری مکسیم بابایف کارمند مرکز علمی جراحی به نام پتروفسک می باشد. سال اینجا 80 عملیات پیوند عضو می گذرانند. تبابت ایمونوسپرسی در ساعت های اول پس از جراحی آغاز گردیده تمام حیات ادامه می کند. خیلی زیاد حالت های می شوند که آدمان استعمالی داروها را فراموش میکنند و فکر دارند این به آنها تاثیر ندارد. مثلا داروها تمام شدند و من دو روز پس رفته آنها را میگیرم. با من هیچ چیز نمی شود گفت. می شود. روندهای آغاز می شوند که بعضا بی بازگشت خواهند بود. حجره های دانانی هدف برای مسئولیت می باشند. آنها در خود ген هایی دارند که به خوجین خاص نیست. همه چیزی به مسئولیت بیگانه دشمن است. به دشمن حمله باید کرد. چون این خود حمایت کفالت زنده ماندن همه موجودات در سیاره می باشد. اما فقط در مهرداران عالی این قابلیت به سیستم نهایت مرکب دارای مکانیزم و امکانیت سرشمار تبدیل یافته است. قسم زیادی آدمان تصوراتی انیق ندارند که آن کجا جایگیر است و چی می باشد. دل در کجاست معلوم است. مغز سر کجاست این هم معلوم است. اما سیستم مسئولیت این یک مفهوم ابسترکتی است و برای آن ابسترکتی است که در منطقه های زیاد جایگیر می باشد. مسئولیت ساختار پرختیدار و متوازن می باشد. وظیفه اساسی آن نگهداری دائمیت ژنتیکی ارگانیسم است. یعنی مقصد آن نگه داشتن مسئولیت در مرکز است. همه حجره هایی که در کار مسئولیت اشتراک می نمایند اصلا از آن جایند. این یعنی مغز استخوان که داخلی همه استخوان های لولایی موجود است و تیموس که کمی بالاتر از چند بری گردن واقع می باشد. تیموس در کودکان از همه کلانتر است، زیرا رشد نظام مسئولیت در آنها با شدت می باشد. در کلان سالان آن خورتر می شود، ولی به هر حال موجود است. تیموس کودک نوزاد قریب 15 گرم است. در سال خوردگی وزن این قدود از 6 گرم زیاد نیست. کلانترین عضو مسئولیت اسپورچ می باشد. وزن آن تخمیناً 200 گرم است. ساختارهای زیادی نسبتاً خورد. البته در نوبت اول لیمفاگیری ها هم هستند و مقدار بزرگی چنین لیمفا ها در تمام بدن ما موجودند. آنها به اندازه خورد هستند که ما بدون میکروسکوپ آنها را دیدن نمی توانیم. با وجود این آنها از روی ساختار به لیمفاگیری ها شباهت دارند، ولی خورد می باشند و اینها برای آن لازمند که نظام لیمفاوی مسئولیت تمام منطقه های ارگانیسم را نظارت کرده تواند. حجره های حمایوی به تمام تغییرات محیط داخلی زود واکنش می نمایند. برای نظارت همگانی طبیعت به آنها گذرانندگی خاصه را بخشیده است.
در مهاجرت های خود این حجره ها تمام نظام های نقلاتی بدن، مایع بین بافته ها، خون، لیمفه ها را استفاده می نمایند. حتی در این میان لیمفوسیت ها دارندگان صفت های بی‌نظیر می باشند. در جستجوی اگنت های بیگانه آنها می توانند فضای بین حجروی را عبور نمایند و از دیواره رگ ها گذرند. این خصوصیت ها به لیمفوسیت ها امکان می دهند که به تکرار دور زنند، به مرزها نگاه نکرده باز هم خطر خود را تکرار نمایند. در دوام حیات یک لیمفوسیت می تواند تا میلیون کیلومتر را طی نماید. همه حجره های مسئولیت پیوسته در بافته های لیمفوی وامی خورند. اینجا آنها درباره وضع ارگانیسم تبادل اطلاع می کنند. می فهمید این یک رابطه هوشمندانه گفتگو در سطح مولکول و حجره ها هست. آنها دائمی بین هم معاشرت می نمایند. این به هنرنمایی خوبی ارکستر مانند است. دیرجور هست، نوازندگان همه صحت و سلامت با استعدادند، هنرنمایی خوب است. نوازنده بیمار شد یا دیرجور را نمی بیند، خلل به وجود می آید. در سیستم مسئولیت هم همین خیل است. مسئولیت این یک سلطنت مکمل حجره هاست. چند نموده که با یک هدف متحد گشتند، فوراً از نظارت به جواب مسئولیت می گذرند. خط اولی این خودحمایه مدافعی محلی یا خود حجره های مرزبان می باشد. آنها فعال می شوند. با محیط اطراف غیلک پرتاب نموده خود بافته های اطراف را نابود می سازند. علاوه بر این آنها خیموکین های مخصوص پرتاب می نمایند که گزرانندگی رک ها را در منطقه جراحت دیگر می کنند تا حجره های سیستم معصونیت به اینجا بهتر گذرند. اینجا مقدار بزرگی حجره های سیستم معصونیت جمع می شوند. این منبع التهاب نام دارد. سرایت این آهنربا برای فاگوسیت ها می باشد. نمونه این حجره ها در همه ارگانیسم های زنده از رستنی ها تا شیرخوران موجود است. فاگوسیت معنای فرو بردن را دارد. یعنی این ها حجره هایی می باشند که می توانند یا باکتریا را و یا اگر گپسری ویروس باشد پس حجره از ویروس سرایت یافته را فرو برد. کلانترین حجره آیله فاگوسیت ها ماکروفاگ می باشد. آن می تواند در یک وقت هزارها باکتریا را فرو برده هضم نماید. یعنی حجره به ضرر گردانی انجام می دهد. آن مایعی احاطه کننده را یک جا با این حجره اندوباکتریوی به داخل می گیرد. عادی کرده گوییم دروازه محکم می شود. اینجا غیلک های مخصوص برآورده می شوند که تمام چیزی در داخل بوده را نیست و نابود می گردانند. باز یک ارتش بسیار نفره فاگوسیت ها نیتروفیل ها می باشند. در یک لیتر خونی آدم یک چند میلیارد چنین حجره ها موجودند. آنها را این چنین گرانولوسیت نیز می نامند. آنها همه روزه با مقدار زیاد حاصل می شوند و نسبتا عمری کم دارند. آدمانی هستند که نیتروفیل آنها با سبب های گوناگون نهایت کم است. اگر در چنین حالت آدم گرفتار سرایت وزین گردد، حتی با وجود تبابت شدید زیدی باکتریوی هم اکثران خطر به حیات به وجود می آید. در چنین موارد ها وارد نمودن گرانولوسیت های دوناری ضرور می شود. سیستم مسئولیت این دونر به بیماری مرکزی گماتولوژی، انکولوژی و ایمونولوژی بچگانه امکان می دهد. نارسایی خودی نیتروفیل ها را رفع نماید. در آغاز شخص اختیاری از تشخیص دقیق می گذرد. او باید کاملا سالم باشد. فقط همون وقت دکترها به دونر سوزنداری مخصوص می گذرانند. دیروز بیگاهی رویش تحریک بخش مغز استخوان دونری مذکور گذرانیده شده بود. این روش با استفاده داروهای معین طبی در شکل سوزندارو صورت می گیرد. تحریک بخشی طبی چاره مجبوری است. بیمار را فقط مقدار زیاد گرانولوسیت ها می تواند نجات بخشد. ذخیره های طبیعی دونر برای این کافی نیستند. داروی مخصوص برای مهلت کوتاه به سیستم خونافرینی او قابلیت فوق العاده می بخشد. در 12 ساعت اول حاصل گردیدن نیتروفیل ها در آن یک چند مراتبه و حتی بعضاً ده ها مراتبه افزایش می‌یابد. گاه درد استخوان، بی‌حالی، برجه، بلندشوی حرارت احساس می‌شود که این همه با خارج کنی گرانولوسیت ها علاقه‌مند بوده
زیاد دوام نمی کند. البته دونرها درباره همه این آگاه کرده شدند. این هیچ خطری به حیات آنها ندارد. فقط از ارگانیسم گرفتن گرانولوسیت باقی میماند. این با اصول افرز یعنی گرفتن عنصرهای مشخص خون انجام داده می شود. تمام این روش قریب 2 ساعت ادامه می یابد. اگر این را به طور عادی فهمانیم، دائما خون گرفته می شود. از آن نیتروفیل ها جدا کرده نگاه داشته می شوند. باقی همش باز به ارگانیسم برگردانده می شود. این عملیات از سلسله گرفتن برگردانیدن گرفتن برگردانیدن عبارت است. گرانولوسیت ها در داخل تجهیزات مخصوص در سنترفوگا گرفته شده در ظرف کاری جمع کرده می شوند. گرانولوسیت های دوناری قریب در حال به بیمار گذرانیده می شوند. نیتروفیل ها یکی از اولین ها شده به بیگانه های ضررسان میکروب ها حمله می نمایند و اکثر وقت همراه دشمن به هلاکت می رسند. چرک و زرداب در منطقه التهاب این نیتروفیل های می باشند که در جبهه مبارزه هلاک شدند و جای آنها فاگوسیت های نو می آیند. ماکروفاگ ها و نیتروفیل ها سنیتر های بدن می باشند. آنها بافته های از بیماری آسیب دیده را آب می کنند. به سبب آنها را حجره های فراش نمی نامند. هرچند این کمی هزلامیز است، در اصل اینها نهایت حجره های جدی می باشند. محض برای آنها عالم کشور ما ایلا میچنیکوف جایزه نوبل گرفت. برای کشف میخانیزم فاگوسیتوز با ایلا میچنیکوف کرمک ستاره بحری کمک کرد. عالم پی هم به بدن شفاف آن عنصر بیگانه پاره زنبورق یا خار رستنی وارد می‌نمود و هر دفعه میچنیکوف همان یک روند را مشاهده می‌کرد. حجیره های حرکت کننده کرمک به بیگانه میچسبیدند و اکثرا آن را هضم می‌نمودند. از این تجربه عادی عالم قانونیت بزرگی را اختراع نمود. در سال 1908 فرضیه جسورانه با او جایزه نوبل عاید به فیزیولوژی و طب آورد. مخالفت میکروب ها و آدم هزار ساله ها را در بر میگیرد. این محاربه را میتوان با یرق نکشوی با شتاب مانند کرد. میکرو ارگانیزم ها پیوسته دیگرگون میشوند و تلاش میوردند مسئولیت را فریب دهند. سیستم مسئولیت راه های فراگیری حمایوی را جستجو مینماید. یکی از این کشفیات های اولوکسیا سیستم اندیتیل انتیگن ها میباشد. انتیگن این یک حصه‌چه مولکولای ترگیتی در حجره دیگر یا یگان مولکولای بیگانه به ارگانیسم وارد شده می باشد که بر ضد آن انتیتلا حاصل کرده می شود. انتیتلا ها این ایمونوگلوبولین های مختلف هستند و سیستم چنین راه اندازی گردیده است که انتیگن و انتیتلا با یک دیگر چون قلف و کلید موافق می آیند. مسئولیت شناخت مخصوص را گروه خاصه حجره ها به ذمه دارد. به لیمفوسیت ها هر کدام آنها با مولکولای تکرار نشونده آگاه ساز یعنی اندیتلا ها در سطح تولد می شوند. این کلید موجگیر ها در مغز استخوان طبق پرینسیپ تصادفی تشکل می یابند. از نقطه نظری تحول حاجت به گذاشتن گنی الوهیده به هر یک پانتاگن احتمالی موجود نیست. وظیفه مسئولیت آن است که چند دیر باشد. یک آمادگی قبلی حجره برای حاصل کردن مجموعی وسیع انتیتلا ها با مجموعی وسیع انتیگن ها وجود دارد. به لیمفوسیت ها در مایه ها و بافته ها بیس حرکت می نمایند. آنها تمام چیزهای از روحشان برامده را به قول از غلبر می گذرانند. و آخری انتیتلا آنها با انتیگن انفرادی این بانگ خطر به مسئولیت است یعنی دشمن آشکار گردید. اما حالت هایی هستند که به لیمفوسیت ها عاجزند. ویروس مفت خور خود نمیتواند افزایش پیدا کند. آن فقط در حجره آدم افزایش مییابد. آنتی‌تلا ها ویروس های را به ضرر میگردانند که در خون گردش دارند. اما قسم زیادی ویروس ها در داخل حجره جا میگیرند. همانجا افزایش مییابند. آنها دست نارسند. این حجره ها از حجره های مقرری با آن فرق میکنند که در سطح آنها پارچه های خرد سفیده ویروس موجود است. لیمفوسیت های قاتل این پارچه ها را میشناسند و میکشند. همین طور چنین یک حمایه دوگانه به وجود می آید. لیمفوسیت هایی که قادرند حجره سرایت یافته را پیدا نمایند تی قاتل نام گرفتند. این قاتلان ویروس ها در عضو مرکزی مسئولیت یعنی تیموس آموزش می گیرند. در اینجا به آنها رецепتور های تکرار نشونده داده می شوند. در داخل آنها روند های می گذرند که رکومبیناسیا یعنی آمیختسازی نام دادند. آنها پاره DNA خود را که برای رецепتور اساسی مسئول است جای عوض می نمایند. این رецепتور از یک چند حصه‌چه های عبارت می باشند. هنگامی تشکل یابی این حصه‌چه ها آمیخته می شوند و رецепتور تی حجروی بالغ به وجود می آید.
غیر از این در پیوند این دو پاره مقدار معینی موتاسیون به وجود می آیند. این به سیستمی مسئولیت ما امکانیت می دهد نهایت گوناگون شکل باشد. احتمالیت به وجود آمدن ریسپتورهای گوناگون به رقم های بزرگ استرونومی می رسد، یعنی 10^12. گوناگون شکلی ریسپتورهای سیگنال رسان کلیدی آشکارسازی همه گونه میکروب هاست. بعد آشکار نمودن آنها کلون سازی یا خود شبیه سازی آموی ته قاتلان و به حجره ها آغاز می شود. همزمان وظیفه حمایوی ارگانیسم فعال می گردد، مثلا حرارت بدن بلند می شود. ماده مخصوص پیراگین ها حاصل کرده می شوند که آنها حرارت را بلند می کنند. اگر سرایت منطقوی باشد، پس حرارت در منطقه معین بدن بلند می شود. اگر سرایت عمومی باشد، از قبیل زکام یا سرایت دیگر، حرارت عمومی بلند می گردد. بنابراین اگر حرارت تا 38-39 درجه بلند شود، آن را فراوردن لازم نیست. این فایده‌ناک است. حرارت بلند، وسیع‌شوی گره های لیمفوی، کارخانه های نسخه افزایی لیمفوسیت ها، روند های التهابی، این همه علامت های بیماری های سرایتی می باشند. از لحظه سرایت یابی تا پره فعال شوی سیستم های مسئولیت به حساب میانه 7 روز می گذرد، چون انعنه کارمندان طب محض در همین دوره قرنطین جاری می نمایند. نفرانی که به بیماری مشخص مسئولیت دارند به طبابت احتیاج ندارند. از دوره های قدیم آدمان مشاهده می نمودند که به آدمی اپیدمی را پسی سر کرده چونین بیماری دیگر خطر ندارد. اصولی ام گذرانی بر این مشاهده ها اساس یافته است. اگر به ارگانیسم تخمی میکروب های ضعیف کرده شده وارد نمایند، ارتباط دویم با آنها ناعیان می گذرد. ام گذرانی یکم هنوز سال 1712 خیلی پیشتر از پیدا شدن علمی مسئولیت شناسی صورت گرفته بود. واکسین ها و ام گذرانی نسبت به مجموعی باقی مانده تیب خیلی بیشتر جانها را نجات بخشیدند. مسئله خاطره نهایت جالب است. در ارگانیسم فقط دو سیستمی هست که قابلیت آموزش گرفتن را دارند، عصب و مسئولیت. در مسئولیت این مسئولیت را حجره های خاطره به ذمه دارند، یعنی لیمفوسیت هایی که پس از برخورد با منبع آنتیگن ها زنده ماندند. آنها طولانی عمر میبینند، خیلی بیشتر از حجره های مقرری. آنها در عضوهای لیمفوی کناری از قبیل گره های لیمفوی و اسپور جایگیر می باشند و انتظاری واخوری تکراری با همان آنتیگن هستند. جواب مسئولیت در این حالت برخوار و به درد می شود. این خصوصیت مسئولیت خاصی به دست آورده می باشد. مسئولیت خاص در کودک عملاً به صفر برابر است. در کودک تنها آنچه که از مادر توسط همراهک به او میرسد وجود دارد که زود صرف گردیده سپس با مرور سن و سال جمع می شود. به طور نظروی اگر درحال آدم را به بیمارخانه سرایت جان نماییم، این روند نهایت پرشدت می شود. گپ در آن است که آیا آدم به چنین آموزش پرشدت تاب می آورد؟ خاطره خاص در سالهای اول حیات از همه فعالتر کار می کند. دوباره گرفتار نشدن به نغزک، سرخچه، سرخکان و دیگر بیماری های کودکانه خدمت مسئولیت است. ویروس زکام نهایت تغییر پذیر است. بنابراین حتی واکسین ضد آن هم بیشتر از 2 سال نجات نمی بخشد. اما ویروس های مفتخری هستند که پنهان کردن ایزی موجودیت خود را در بدن آدم یاد گرفتند. بعضی ویروس ها چنان جای های پنهانی را پیدا می نمایند که سیستم مسئولیت نمی تواند آنها را خوب تشخیص دهد. یا به یک مدت معین آنها گفتن ممکن است که به خواب می روند. حجره جدا کردن سیگنال خطر را بس می کند. همین طور آنها می توانند در جای های معین باقی مانند. یکی از ویروس های به خواب رفته این تبخال می باشد. تبخال در سیستم عصب پنهان می شود. با سبب مهمیت این ساختار دسترسی لیمفوسیت ها به آن محدود است. با وجود این، با بیدار شوی این ضررسان ها سیستم ما فعالانه مبارزه می برد. اگر حجره های مسئولیت با تبخال مبارزه نمی بردند، یعنی گرپس، هر باری که تبخال در لب می برامد، آن در تمام ارگانیسم پهن می گردید، به سر، شوش، مغز سر و غیر آسیب می رسانید و در نهایت آدم هلاک می گردید. آدمانی هستند که دارای نارسایی حمایه ضد ویروسی می باشند و به انسفالیت تبخالی گرفتار هستند. در آنها تبخال به جای آن که در لب براید به سیستم مرکزی عصب زیان می رساند. اشتباه های ژنتیکی حلقه های مسئولیت صاحبان آنها را آسیب پذیر می گردانند. در این شعبه طبابتی مرکزی گیماتولوژی، آنکولوژی و ایمونولوژی بچگانه به نام دیمیتری رگاچوف، بیماران دارای نقص سیستم مسئولیت نارسویی ابتدایی مسئولیت به مشاهده می رسند. از آغاز در ژن می تواند یگان نقص باشد.
از این سبب فرمنت معین یا مواد فعال بیولوژی تجزیه کرده نمی شود و متناسباً واکنش شناخت آسیب می بیند. همه چی کار می کند اما این حلقه موجود نیست و این وضعی دترمینیزم ژنتیکی می باشد. بیماری یا غیر انتظار سخت اوج می گیرد یا حتی باعث به مرگ می گردد. مسئولیت شناسی کلینیکی یکی از جوانترین علمهای طب می باشد. سنیان از 50 سال بیش نیست. بنابراین روی خط نورسایی های مادرزادی مسئولیت تا امروز پره کرده می شود. عین زمان بیش از 200 چنین بیماری معلوم است. برای متخصص گمان این نورسایی مسئولیت گاه دشوار می باشد. زیرا ظهور کردن آن هم گاه گوناگون است. قسم زیادی نورسایی های مسئولیت تشخیصی به اصطلاح ایمونولوژی را طلب می نماید که در آن عنصرهای گوناگون مسئولیت دیده برآمده می شوند. همه حجره هایی که در آن اشتراک می کنند کم یا زیاد بودن آنها حساب کرده می شوند. مرحله نهایی تشخیص این بیماری ها تشخیص ژنتیکی می باشد. نورسایی ابتدایی مسئولیت سخت‌ترین بیماری می باشد. تباوت پره آن تنها با راه پیوند نمودن مغز استخوان آفرنده حجره های مسئولیت امکان پذیر می باشد. با موافقت عوض نمودن آن مسئولیت بیمار را از نو فعال می نماید. برای این زمان و محیط پاک لازم است. هنگام هر یک عملیات خوف ردکنی و عاقبت های مرگاور وجود دارد. گروه نورسایی های مسئولیت موجود است که هنگام آنها پیوند عضو استفاده کرده نمی شوند. برای چی؟ چون که خوف عملیات پیوند عضو نسبت به زندگی با این بیماری بلندتر است. مثلا یک گروه کلون نورسایی های مسئولیت موجود است که تجزیه ایمونوگلوبولین یعنی مواد برای حمایه ارگانیسم ضروری ویران گردیده است. چنین آدمان تبابت ایواز کننده ایمونوگلوبولین داخلی رگی میگیرند که برای حیات کامل به سر بردن کافی است. چنین بیماران برای پیوند عضو ضرورت ندارد. تا عصر 20 عالمان چنین میشمردند که یگانه تعینات مسئولیت حمایه از محیط بیرون است. رشد ژنتیکا به مسئولیت شناسان کمک نمود که کشفیات مهمترین انجام دهند. در ارگانیسم ما هر یک لحظه خیلی زیاد موتاسیه ها صورت میگیرند و نه همه آنها خود به خود نابود میگردند. بعضی ها به آن آورده می رسونند که حجره های دیگرگونی شده به وجود می آیند و آنها به حجره های سرطانی تبدیل می یابند. این اثبات شده است که وقتی به سیستم مسئولیت سخت فشار آورده می شود این یا آن نمودی سرطان به وجود می آید. موتاسیه ها و پیرشوی ساختار حجره های خود را ویران نموده آنها را بیگانه می نمایند. در حالت طبیعی خود مسئولیت دائما با ظهور سرطان مبارزه می برد. فرونشانی مجبوری فعالناکی آن با ایمونوسوپرسیا ها اکثرا این کار را ویران می نماید. امروز این مشکلات اساسی ترانسپلانتولوژی می باشد. محض از همین سبب نو وابسته به بهتر شوی تکنیک جراحی، نو وابسته به سین میانه گیرنده عضو، مثلا زندمانی پس از پیوند قلب پس از 10 سال کمتر از 50% است. قسم زیادی مرگ بیمارانی که سال اولی پس از پیوند عضو را پسی سر کردند با افزایش سرطان علاقمند است. ما هنوز هم نمی توانیم مسئولیت را انتخاباً فروی نشانیم. اگر فروی می نشانیم پس همش را. علم معاصر می تواند نه تنها حمایه بیولوژی را پس نماید بلکه آن را با داروهای تنظیم کننده مسئولیت تکان بخشد. چون در حالت ایمونوسوپرسیا ها فعال گردانی خصوصیت همگانی دارد. بنابراین آن را هنگام آسیب جدی سیستم مسئولیت استفاده می نمایند. مثلا من مؤلف یک قطار داروهای تنظیم کننده مسئولیت می باشم. من آنها را استفاده نمی کنم. برای چی؟ چون که من سال یک مرتبه وضعی سیستم مسئولیتم را معین می نمایم. سیستم مسئولیت من مقرری است. طبق عقیده مسئولیت شناسان شکایت های را از قبیل مسئولیت ضعیف می توان با آن گفته که همه بیماری ها از عصب است مانند کنیم. سیستم مسئولیت در ارگانیسم یکی از قوی ترین هاست. بنابراین بهترین راه کمک به آن در غم سلامتی بودن است. هیچ کس بیمار شدن نمی خواهد. شاید آغاز طرز حیات سالم ضرور است. بیشتر خوابیدن و حوال به می شود. یا که شخص می تواند تا یک زمانی سیستم مسئولیت خود را فشار دهد که البته امکانیت های ذخیروی دارد. اما اگر ما جای چیزی را تحریک می بخشیم، کفالت نیست که این تحریک از حد نمی گذرد و به طور خود به بیماری تبدیل نمی یابد. در مسئولیت چون در هیچ سیستم دیگر فیزیولوژی همه چی به هم علاقمند است. قسم زیاد تنظیمات نازکی آن برای عالمان مخفی نیست. این عنصرهای مسئولیت که در آزمایشگاه ها به وجود آورده می شوند علاقه در مبارزه با بیماری های جدی کمک می رسانند. مکانیزم کاری این حمایتگر به همتا را کاملا رزمکشایی نموده انسانیت به احتمال زیاد واسطه تبابت بیماری های صحت نشونده را به دست می آورد.
فیلم سال 2021 در اداره دوبلیج و فیلم های خارجی مؤسسه دولتی تلویزیون سینما به زبان تاجیکی ترجمه و دوبلیج کرده شد.